وصیت نویسنده انیس اعظمی نقاش جوهی اگروال برگردان کتابخانه درخت دانش برگردان کننده ناصر هوتکی آواز فاطمه بایر مادر من عادت داشت که مثل همه مادرها برای من قصه های جالبه بگوید. قصه های شگفت انگیز از هندوستان، عربستان، ایران و توران. هرچند تعداد زیادی از آن قصه ها را فراموش کردم، شمار هنوز بیادم هستند. یکی از آن قصه های زیبا به نام وصیت بیادم آمد. سالهای پیش مرد به نام عبدالله در یک شهر کوچک در مصر زندگی میکرد. کار او خرید و فروش شتر بود. شترهای او از بهترین نژاد بودند و پشم نرم سفید به نرمی پوست خرگوش داشتند. عبدالله شترهایش را مثل این که فرزندانش باشند دوست داشت. او سال یک بار شماری از شترهایش را به بازار خرید و فروش حیوانات می فروخت و پول زیاده به دست می آورد و سپس شترهای دیگری را پرورش می داد تا شمار آنها بیشتر شود. عبدالله یک زن خوب و راستکار و سه پسر داشت و در کلبهشان با خوشحالی زندگی می کردند. طویله شترها در کنار راست کلبه بود و شترها علفشان را در سایه درختان پربرگ خرما نشخوار می کردن. به مرور زمان عبدالله و همسرش آهسته آهسته پیرتر و ناتوانتر می شدن. شبی از شبها هنگام نان شب عبدالله به سه پسرش گفت: پسرانم، من روز به روز پیرتر و ناتوانتر و هر روز مریض می شوم و فکر می کنم که شاید به زودی بمیرم. وقتی من نباشم متوجه مادرتان باشید و لطفاً با همدیگر جنگ نکنید. من یک وصیت نامه نوشتم که در زیر علوفه ها در کاهدان است. چند روز بعد خانم و پسران عبدالله دیدند که پدرشان در تخت خوابش مرده است. روز سوم پس از مرگ عبدالله وقتی که سوگواری به پایان رسید آنها به فکر وصیت‌نامه شدند. فرزندانش پس از پالیدن بسیار وصیت‌نامه را که در داخل یک پاکت پلاستیکی قرار داشت یافتند. وقت پاکت رو باز کردن متوجه شدن که آن وصیت نامه نیست بلکه نصیحت نامه است. فرزندانم، از شما خواهش میکنم که متوجه مادرتان باشید و تصامیمتان را به او بگویید. وقتی جایی به سفر می روید او را پیش از پیش در جریان قرار بدهید. احمد، تو که بزرگترین فرزندم هستی و به همین دلیل مسئولیت بیشتری داری. تو باید متوجه برادران کوچکت محمد و مکرم باشی. احمد، تو که برای برادر بزرگ هستی باید در همه خوشی و غم و سایر مراسم حضور داشته باشی. محمد، تو که پسر وسطی هستی باید به برادر بزرگت احترام داشته باشی و برادر کوچکت را آزار ندهی و همچنان مادرت را احترام کنی و او را دوست داشته باشی. مکرم، از آنجایی که تو کوچکترین و نزدیکترین پسر به مادرت هستی باید مطمئن شوی که همه خواسته های مادرت توسط خودت و یا برادرانت برآورده شوند و باید برادرانت را احترام کنی، چون بعد از من آنها به جای من بزرگ تو خواهند بود. پسران از اول تا آخر نوشته را خواندند و سپس با حراس به همدیگر نگاه کردند و دیدند که پدرشان به جای وصیت نصیحت کرده است.
پس از آن رقیه همسر عبدالله به فرزندانش گفت که تا جایی که او به یاد دارد عبدالله آن شب دو صفحه نوشته بود و شما تنها یک تای آن را خوانده اید. رقیه به پسرانش گفت دوباره ببینید، شاید صفحه دوم هم به صفحه اول چسبیده باشد. احمد وقتی دقیق تر دید متوجه شد که براستی صفحه دوم به صفحه اول چسبیده است. پیشانی های فرزندان عبدالله و رقیه از خوشحالی بازتر شد. احمد پسر بزرگ خانواده گفت خدا را شکر پدرم وصیت نامه خودش را در این صفحه نوشته است. محرمت و مکرم گفتند لطف کن و وصیت نامه را زود بخوان. احمد به خواندن آغاز کرد. به نام خدا که شاهد من است. پس از مرگم صاحب خانه همسرم رقیه خاتون است و او صلاحیت دارد که خانه را نگه دارد یا به پسران ما بدهد و یا بفروشد. به غیر از خانه من کدام دارایی دیگر ندارم. پس از مرگ من شترهایم میان همسرم و فرزندانم تقسیم شود. بهترین و خوبترین شتر به همسرم داده شود و سایر شترها میان فرزندانم تقسیم شوند. سهم احمد نصف از شترهای باقی مانده است. البته پس از اینکه همسرم یک شتر گرفته باشد. سهم محمد یک سوم و سهم مکرم یک نهم شترها هست. عبدالله وقت مرد 18 شتر داشت. بهترین شتر سهم رقیه خاتون شد و 17 شتر برای فرزندانش باقی ماند. احمد سهم خودش را که نصف آن شترها بود می‌خواست، اما او نمی‌توانست که 17 شتر را نصف کند. 17 شتر به دو نصف برابر قابل تقسیم نبود و هیچ کس نمی‌دانست که چگونه نصف شتر را به دست بیاورد. همچنان محمد و مکرم نیز به همین مشکل روبرو شده بودند و نمی‌توانستند که یک بر سه یا یک بر نه سهمشان را چگونه به دست بیاورند. برادران به سر تقسیم شترها بگو مگو کردند و هیچ کدامشان حاضر نبودند که از آن خودگذری کنند. رقیه خاتون از این بگو مگو متعجب شد و فریاد کشید که هنوز چند روز از خاک سپوری عبدالله نگذشته، اما پسرانش به این زودی با هم دشمن شدند. مکرم خودترین خوردترین برادر دید که جنگ و بگو مگوی برادران مادرش را جگرخون کرده است. به یاد نصیحت پدرش افتاد و به مادرش گفت مادر خودت عاقل و دانا هستی، بگو که ما چی کنیم. محمد هم به یاد نصیحت پدرش افتاد که نباید برادر کوچکش را آزار بدهد. او را به مادرش کرده گفت مادر چی مشوره می دهی؟ احمد هم به یاد نصیحت پدرش افتاد که گفته بود مادرش را احترام کند و خواسته هایش را فراهم کند. او از مادرش پرسید مادر چی میخواهی؟ مادر اندکی در فکر فرو رفت. سپس گفت بیایید که شتر خودم را به شترهای شما بیفزایم. حالا ما چند شتر داریم؟ پسران گفتند که حالا 8 شتر دارند. مادر گفت بله درست است. مادر ادامه داد احمد تو بزرگترین پسر خانواده هستی و مطابق با وصیت نامه سهم تو نصف شترها یعنی 9 شتر است. محمد مطابق با وصیت نامه سهم تو 1/3 یعنی 6 شتر است. مکرم سهم تو مطابق با وصیت پدرت 1/9 یعنی 2 شتر است. مادر گفت که مشکل حالا حل شد. احمد گفت بله مادر، من 9 شتر گرفتم، محمد 6 شتر گرفت و مکرم 2 شتر. او خدایا ببین که ما به حق ما رسیدیم و شتر خودت هم برای خودت میماند. مادر لبخند زد و گفت پدرتان مرد حسابی و صادق بود. تشکر از شنیدن به این قصه. روز خوش.